به نام خدا شاگرده عزیز سلام خوب هستین به خیر هستین جور سعدمند باشین شاگرده عزیز به مضمون شیرین ریاضی بسیار بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف ما با همدیگه میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل ششم مساحت و احجام درس چندم میشه امروز درس ششم ما شما میشه شاگردای عزیز امروز فصل ششم ما شما خلاص میشه و بخیر درس بعد فصل هفتم ما شما شروع میکنیم اما هدف درس امروز ما شما چی است مساحت و حجم کره هست درست است اول میگیم که کره چی است تعریف میکنیم یک شکل سه بعدی است تعریفش بر ریاضی براتون میگیم و شکلش هم میکشیم صحیح و بعد از فرمول های چه محاسبه مساحت و حجم کره رو به شما گفته میشه و میگیم که به چه شکل میباشد و چند مثال هم کار میکنیم اما قبل که بریم سر تخته و درس رو شروع کنیم کارخانگی درس گذشته با به ما روان کردن یعنی درست است کارخانه درس گذشته قرار بود با ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند بود 20964 780 255 40 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید درست است شاگرد عزیز از طریق همین نمبر که ما شما خواندم به شما خواندم خب شاگرد عزیز میرم سر تخته و کره را معرفی میکنیم فرمول های حجم و مساحتش هم براتون میگم و چند مثال هم کار میکنیم پس بریم سر تخته خب شاگرده و وگرامی کره چی هست؟ در درس امروز ما شما در رابطه با کره هست کره میگیم یک شکل سه اول ما بر تعریف ریاضیش میکنم اول یک مثال آسان برات میزنم بعد تعریف ریاضی میکنیم این توپ توپ دیدی دیگه نه توپ فوتبال توپ فوتبال چی هست؟ یک تا کره هست یک شکل کرویسته برش میگیم یک پس کره بهش تعریف میکنیم کره میگیم یک شکل سه که نق... تمام نقاط روی کره از یک نقطه به اسم مرکز کره به یک فاصله مساوی است به او فاصله مساوی میگیم شعاع کره صحیح پس کره میگیم یک شکل سه‌بعدی که تمام نقاط یا میگیم مجموعه از نقاط مجموعه از نقاط که چه فاصله این نقاط تا یک نقطه به نام مرکز به یک فاصله مساوی باشد صحیح به با این میگیم چی کره دقت کن شاگرد عزیز امی تعریف که ما در رابطه با کره کردیم در سه بود در اگر در فضا باشه میشه کره اما اگر در دو بود در صفحه باشه میشه دایره دایره به شکل تعریف کردیم دیگه نه دایره گفتیم مجموعه نقاطی یعنی از صفحه که فاصله آنها از یک نقطه به نام مرکز به یک فاصله مساوی باشد به با اون میگیم دایره حالا اگر امیر ما و شما امی تعریف در سه بود باشه در چه باشد سه بودی باشه یک شکل سه بودی چی میشه یک شکل هندسی سه بودی میشه کره میشه پس من نوشتم میکنم کره دقت کن شاگرد عزیز، دایره رو ما شما قاندیم. دیگه، یعنی دایره است، صحیح است؟ مجموع نقاطی از صفحه که داخل یک صفحه است و از یک نقطه ثابت به نام مرکز، به نام او، فاصله شی به یک فاصله مسایس، به فاصله شا، که او رو با چی بار نشان با نام مثال دو متر پس نقاطی که فاصله آن، از یک نقطه به نام مرکز به عنوان مثال 2 سانتی متر باشد یا یک فاصله مساوی باشد به با اون میگیم چی دایره دا این نقاط این نقطه فاصله اش تا 2 سانتی است به عنوان مثال این 2 سانتی است این 2 کل نقاط کنار هم کم کم تشکیل یک تا دایره دا را به ما شما میته سیست امیر اگر در صفحه باشه میشه دایره اگر همین تعریف در فضا باشد در سه بود باشد سیست میشه چی؟ کره یک توپ جور میشه یک توب در نظر بگیر مرکز وسط وسط نقطه او میشه مرکز از او. تمام نقاطی که روی کره روی توپ باشد فاصلش تا اون مرکز چی است؟ مساوی است و اون شعای کره ما شما میشه سیست پس مجموع نقاطی از, دایره. از صفحه میشه چی؟ دایره و مجموع نقاطی از فضا. دسته بود باشه میشه چی؟ کره پس نوشته میکنه به مجموع نقاطی نقاطی از چی؟ از فضا سه بود سیست که فاصله آنها از یک نقطه به نام چی؟ از یک نقطه به نام مرکز به یک فاصله باشد به یک اندازه باشد به یک اندازه باشد پس به مجموع نقاطی از فضا سه بود سیفت که فاصله آنها از یک نقطه به نام مرکز به یک اندازه باشد فاصله شان به یک تا نقطه مرکز به یک اندازه کلش به عنوان مثال 2 سانتی متر سه 3 سانتی متر باشد. سیست با او فاصله میگیم شا و به نقطه میگیم نقطه چی مرکز کره سیست پس ما اگر کره رو بخوام بکشم به شک میتونیم بکشیم شکل دقت کنید اگر شکلش بخواید بفهم یک تا تو در نظر بگیریم، تو فوتبال میشه یک کره اما نقطه وسط وسط میشه مرکز فاصله نقطه وسط تا خود روی تو چی میگیم میگیم شعاع صحیح پس ما اگر یک تا کره بخوایم بکشیم سه چون سه بعدی ما شما باید به شکل بکشیم صحیح اینی میشه چی کره ما شما اینی هم شعاع است پس اینی کوره ما کره مو شماست شا چی میشه فاصله مرکز تا خود امی روی توب. روی کره پس این شاست خب آلی شاگرد عزیز حجم و مساحت این کره رو ما و شما میخوایم چی دریافت کنیم اما چه رقم از فرمولش من نوشتم برای برایتون گفتیم که مساحت با چی نشان میدیم با اس نشان میدیم صحیح اس میشه مساحت پس اس مساحت کره ما و شما که کتاب ما شما با ا نشان داده فرق نمیکنه ا یا اف معمولا ما مفرد با چی با اف نشان میدیم پس اف کره یا ا رو نوشته کرده فرق نمیکنه فرمولش این است 4 پای آر مربع که آر ما و شما چی است شعاع کره است این شعاع با ما شما معمولا سوال با ما و شما داده میشه میگه این 2 سانتی متر است 3 سانتی متر است این 4 که ثابت است همیشه 4 است پای هم که میفهمیم پای چند میگیریم 3.14 صحیح است پس 4 ضرب در 3.14 ضرب در شا مربع اول چهار مربع میکنیم ضرب در چهار میکنیم ضرب در سه اشاریه چهارده میسازیم چی میشه؟ میشه چی؟ مساحت کره ما و شما دریافت میشه درست است؟ این پس این فرمول چی است؟ پس من نوشتن میکنم آر ما و شما چی است؟ یعنی آر ما و شما شا است آر شای کره درست است شاگرد عزیز اما حجم کره که با چه نشان میتین؟ با وی نشان میتین حجم کره چی میشه؟ فرمولش به این شکل است دقت کنید 4 بر برسه پای آر مکعب پس چهار بر سه پای آر مول مر... است چهار بر 3 پای که میفهمیم چند است 3 آر هم شاه است شاه به توان سه شاه را به توان 3 میرسانیم مکعب میکنیم یک عدد میشه ضرب در 4 میکنیم تقسیم بر 3 میکنیم جوابش زبدر ضرب در درست است و چی دریافت میشه حجم کره دریافت میشه پس فرمول های مساحت کره و حجم کره به این شکل است 4 پای آر مربع و حجم کره چی است 4 بر پای آر مکعب درست است خب شاگرد عزیز پس ما کره رو فهمیدیم چی هست فرمول های مساحت و حجمش هم دریافت کردیم فهمیدیم چی رقم است عالی من تختر پاک میکنم یک تا مثال براتون کار میکنم درست شاگرد عزیز پس تختر پاک میکنم خب شاگردی عزیز و گرامی یک مثال کار کنیم مثال مساحت و حجم کره به شعاع یا بگیم به قطر صحیح ممکن سوال به شکل بده کره به قطر ده سانتی متر را دریافت کنید خب شاگرد عزیز قطر چی است ما ما شما خواندیم قبلا قطر دو برابر شا یعنی شا را زب در دو بسازیم میشه قطر حالا قطر ما شما رو گفته چند است 10 سانتی متر شما چند میشه نیم قطر میشه دیگه ده تقسیم بر دو میشه 5 است؟ پس دقت کنید ما این کار میکنیم پس حل دیره با ما شما قطر با ما شما داده ده معمولا قطر با دینشان میتونیم ده متر. خب ما و شما R4 میتون دریافت کنیم دیگه درست است آر شای ما و شما چی میشه میشه دی تقسیم بر دو دی باید به دو نیم تقسیم کنیم 10 سانتی متر تقسیم بر دو بسازیم میشه 5 سانتی متر پس شار ما و شما تا نیستیم دریافت کنیم حالا چی می کنیم؟ مساحت و حجم کره از ما و شما خواسته خب اول مساحت دریافت میکنیم مساحت اس فرمول مساحت چی است اس کره بود 4 پای R مربع صحیح خب 4 که ثابت است ضرب در پای ما و شما هم از 3.14 درست است ضرب در آر مربع شاهای ما و شما چند است؟ 5 است 5 مربع خب شاگرد عزیز دقت کنید اول مربع می, سا... می رسانیم 5 مربع چند میشه؟ 25 میشه صحیح؟ است پس میشه 4 ضرب در 3.14 ضرب در 25 صحیح است یعنی خب چی میشه؟ حال 25 زب مي... مي... ضرب, ضرب در 4 میکنم انجام میتونم سعیست ضرب در 4 میکنه و جوابش زبدر برای 3 اشاره 14 میکنم پس چی میشه؟ 4 ضرب در 25 بسازیم 4 تا 24 20... ضرب در 25 میشه 100 پس جوابش میشه 100 ضرب در 3 اشاره 14 خب 100 ضرب در 3 اشاره 14 بسازن. چند میشه شاگرد عزیز؟ میشه 314 چرا خم ضرب کردم به این شکل دقت کنید سه اشاریه 14، ضرب در یک میکنیم سهیست یک صد من نوشته فقط یک نوشته میکنم رو در آخر باز میمانم ضرب خود یاد داره نگه نه؟ یک 4 یک 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 سه چند رقم اشاره داریم؟ دو رقم پس دو رقم اشاره میمانیم درست است حالی کار میکنیم دو تا سفر باید بانیم نه البته دقت کن قبلی که ما اشاره بانیم اول سفرار میمانیم چون یکصد است که زب داره دو تا صفر باید برش دو تا سفر دو دو رقم اشاریه چی میشه پس میشه 314 اشاره صفر صفر که به صفرای بعد اشاره خوانده نمیشه پس میگیم 314 میشه پس جوابش میشه 314 شاگرد عزیز 314 چی دقت کنید چی هست؟ مساحت است اگر یادتون باشه در گذشته گفتیم مساحت چی میشه سانتی متر مربع آفرین 314 سانتی متر مربع چون مساحت باید همیشه سانتی متر مربع باشد درست است و حجم چی میشه سانتی متر مکعب آفرین خب عالی پس ما مساحت زیر تا دریافت کنیم چند شد 314 سانتی متر مربع اما حجم زیر می خوایم دریافت کنیم شاگرد عزیز حجم فرمول حجم چی است وی وی کره چی میشه فرمولش بود 4 بر 3 پای آر مکعب خب ما قیمت گذاری می کنیم 4 بر 3 که این عدد ثابت است همیشه ضرب در پای ما و شما هم هست 3.14 ضرب در آر مکعب آر ما و شما چند بود 5 شای ما و شما 5 است 5 مکب. خب چی میشه؟ اول 5 رو مکب بسازین. 5 به طوان 3 چی میشه؟ 5 ضب داره 5. ضب در 5. اگر رو در این دقیقه کنید. 5 ضب داره 5. ضب داره 5. 5، 5 هست. 25 صحیح است؟ 25 ضب داره 5. میشه 125. 125. و و و و پس یعنی 5 به طوان 3 میشه 125. و و پس 4 بر 3 ضب داره 3 اشاره 14. 125. پس 4 بر 3 ضب داره 3 14 ضرب در 125 درست است خب بیره ضرب میسازیم ضرب کن چه رقم میشه شاگرد عزیز دقت کن پس من 125 ضرب در 4 میسازم با جوابش ضرب در 3 در آخرم تقسیم بر 3 میسازم صحیح چون مخرج از یک است دیگه نه به این شکل است صورت در هم ضرب میشه مخرج در هم ضرب میشه صورت تا 125 ضرب در 3 4 ضرب در 4 مخرج هم 3 ضرب در 1 ضرب در 1 میشه 3 درست است پس من 125 ضرب در 4 میسازم 125 ضرب در 4 کنیم دو, دو، 250 ضرب در 4 میشه چند میشه 500 صحیح است پس 125 ضرب در 4 میشه میشه 500 500 ضرب در میسازم باز جواب تقسیم بر 3 میسازم پس به شک میشه 500 من کجا نوشتن کنم در اینجا نوشتن میکنم 500 ضرب در 3 500 نوشتن میکنم 5 و 3 3 در آخر دو رقم چی میکنم میزنم و دو رقم دو تا صفرم دارم دو تا صفرم میمانم. پس پنج چهار بیست سفرش اینجا یکش در اینجا پنج یک پنج دو میشه افت پنج سه پانزده تا سفر چون پنجصد بود حالا دو رقم اشاری هم یک دو پس میشه یک و افتاد پس جوابش میشه یک هزار و افتاد تقسیم بر سه یعنی تقسیم بر سه هم داریم دیگه سیست پس اینی را ما و شما ضرب کردیم شد 500 ضرب در کردیم شد 1500 افتاد تقسیم بر سه باید بسازیم 1570 تقسیم بر 3 میسازم من تا دریافت شود 1570 تقسیم بر پانزه پنج سه. در 15 چند سه است؟ 5, 3, 5, 15 باقی مانده 0 7 میاریم در پایان صحیح است؟ در چند سه است؟ 2, 3, 6 باقی مانده 1 0 پایین پس میشه 3, 3, 9 باقی مانده 1 و 0 میخواه اشاریه میشه سه است؟ و 3, 3, و داخل اون سه میره خیست پس میشه 500 و جوش میده اینجا نوشته میکنم پس وی ما و شما شد چند شد 523 523 اشاری از 3 یک تا دوئیس چون سه تا لایه تقسیم شما انجام بدید تا ادامه داره خلاص نمیشه صحیح است که امیر ما و شما سه میگیریم فرق میکنه. 523 اشاریه 3 سانتی متر مکعب صحیح شد چقدر عزیز پس ما تا چکار چیکار کنیم یک تا مثال بسیار آسان کار کنیم پس سوال دقت کن گفته که مساحت و حجم کره به قطر 10 سانتی متر دریافت کنید خب قطر ما شما 10 اول دریافت میکنیم شعار میشه نیم قطر قطر تقسیم بر دو میسازیم و 5 سانتی متر ده فرمول میندازه مساحت چند شد 314 سانتی متر مربع چون مساحت سانتی متر مربع است و حجم چند شد حجم انداخته شد 523.3 سانتی متر مکعب دقت کن چون حجم است سانتی متر مکعب باید باشه درست است شاگرد عزیز خب پس ما تختر پاک میکنیم شاگرد عزیز یک سوال دیگه کار میکنیم خب شاگرد عزیز سوال بعدی سوال دقت کنید اگر مساحت کره چقدر باشد 36 36 پای سانتی متر مربع 36 پای سانتی متر مربع من برتر نشون کنم 36 پای سانتی مربع باشد شای کره رو دریافت کنید شای کره رو دریافت کنید خب شاگرد از دقت کنید به ما و شما در اینجا مساحت کره رو خودش داده گفته چند است 36 پای سانتی مربع دقت کنید پس اس به ما و شما داده اس کره رو داده 36 پای سانتی مربع این سنتیمتر مربع به خاطر مساحت است دیگه نه گفته حالا شعار شما درف کنید خب فرمول مساحت چی بود چقدر عزیز فرمول مساحت ما و شما داریم اف جی بود 4 پای ار مربع درست است خب چون یک بار از فرمول ما میشه 4 پای ار مربع یک بار هم خودش به ما و شما داده 36 پای سنتیمتر مربع درست است خب پس ما یاردور باید با ما مساحت بانم چون مساحت کراست دیگه پس ما یاردور مساحت بانم پس میشه 4 پای آر مربع مساوی است با سی و پای درست است؟ خب از این چی را ما باید دریافت کنیم؟ از ما شما چی خواسته؟ شعای کرار خواسته پس آره باید ما شما دریافت کنیم پس چهار پای میتونم میتونم تقسیم بر چهار پای بسازیم چون چهار پای بر ضریب آر مربع خلاص شو سه پس من اطراف تقسیم بر چهار پای میسازم چهار پای این برم اطراف تقسیم بر چهار پای خب چی میشه شاگرد عزیز؟ چهار پای چهار پای خلاص میشه n پای که پای خلاص میشه 36 تقسیم بر 4 میشه چند 4 9 36 پس میشه 9 پس جواب ما و شما چی رقم میشه نتیجه میتونیم بگیریم که r مربع ما و شما مساوی است با 9 درست است r مربع چند شد 9 شد خب عالی شما شاگرد عزیز مربع رو بخوایم خلاص کنیم باید چیکار کنیم باید از اطراف جذر بگیریم آفرین پس جذر آر مربع صحیح مساوی است با جذر 9 دقت کن شاگرد عزیز جذر آر مربع r مش آر مفاهیم میشه با مثبت منفی نو ولی ما و شما چون شاه هست ما فقط مثبتش قبول میکنیم منفیش قبول نمیکنیم درست است پس یه بیشک نوشتن میکنیم شاید بسیار آسان دقت کنید آر مربع شده نو یا عدد بگو مربعش شده شاه نو چند است سه است ام مثبت سه ام منفی سه چون منفی سه مربع هم نو میشه فقط ما مثبتش قبول میکنیم چرا چون شاه کور است شاه منفی شده منفی شده نمیتونه سیست پس آر ما و شما چند میشه آر ما و شما میشه سه سنتی متر مربع یعنی بگیم نخیر شا چون یک طول است میشه فقط سانتی متر اگر مساحت بود میشه سانتی متر مربع اگر حجم بود میشه سانتی متر مکعب چون شا یک طول است میشه 3 سانتی متر فقط دقت کنید 36 سانتی متر مربع چرا چون مساحت است ولی آر شا چی میشه شا یک طول است یک خط است یک خط طول داره طول چی میشه 3 سانتی متر میشه دیگه مربع نداره صحیح است خب پس ما شاید تانیستم دریافت کنیم پس این هم سوال بیشتر سوال خوبی بود شاگرد عزیز حالش ادامه شاگرد عزیز با ما, با ما شما بگه چی کنید شما حجم همین رو دریافت کنید حجم همین کره مفرد ما و شما داده گفته حجم دریافت کنید خب کار نداره اول ما شعار دریافت میکنیم حالی که شعار داره میتونیم حجم دریافت کنیم درست است حجم چی میشه وی فرمولش چی بود 4 بر 3 پای آر مکعب درست است خب قیمت گذاری کنید 4 بر 3 ضرب پای ما و شما هست سه اشاریه 14 ضرب در آر مکعب آر ما و شما 3 است درست است 3 مکعب خب سه مکعب چند میشه نو نمیشه نگی سه سه نو سه مکب این سه رو سه بار در خودش باید ضرب کنید سه ضرب سه ضرب سه 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 نو سه نو بیست هفت میشه بیست هفت پس میشه چند چهار بر سه ضرب سه اشاریه چهارده ضرب در بیست و هفت سعیست خب شاگرد عزیز من میتونم این بیست هفت با این سه مخرج چی کنم اختصار کنم که مخرج ما و شما خلاص این میشه یک یعنی 27 ما و شما میشه نو چون سه نو میشه 27 حال خود آسان شد دیگه مخرج ما و شما یک است مخرج نداریم نو را ضرب در 4 بسازید 4 بس نو 36 ضرب در 3 بسازید سیست پس ما ضرب کنیم 4 نو حالی ضرب در 3 اشار اشار ضرب در 36 باید بسازید 6 4 24 6 1 6 8 6 3 3 سه یک سه یک سه سه نو. پس جواب چند میشه؟ 4 یک تا میده اینجا چار یک تا اینجا 9 یازده چند رقم اشاره؟ دو رقم اشار میشه 113.04 پس میشه 113.04 مکعب چرا؟ چون حجم است درست است؟ پس فامیده من این پاک کنم این زر خب چه رقم بود دیگه نه؟ خب شاگرد عزیز پس ما و شما اول مساحت به ما و شما داده بود 36 پای سنتیمتر مربع ما و شما با فرمول مساحت یاردون مساوی ما نم تا نسیم یک معادله از کار کردیم و آر ما و شما دریافت شد 3 آل حجم میشه گفته دریافت کو در فرمول میندازیم به جای آر میندازیم 3 4 بر 3 پای آر مکعب انداختیم و ضرب انجام دادیم و جواب آخر چند شد 113.04 سانتی متر مکعب درست است شاگرد عزیز پس درس امروز ما شما امی بود مساحت و حجم کره فرمول یاد تا دیگه مساحت کره چی میشد 4 پای آر مربع و حجم کره چی میشد 4 بر 3 پای آر مکعب دقت کنید فرمولش باید در ذهن خود داشته باشی درست است شاگرد عزیز <subscribers> خب شاگرد عزیز و گرامی پس درس امروز ما شما خلاص شد مساحت و حجم کره درست است تیک مارک میکنم اما کارخانگی کارخانگی تمرین های صفحه 152 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ اپ نمبرش هم 20964 780 255 13 درست است شاگرد عزیز شاگرد عزیز پایان فصل ششم فصل ششم ما شما بخیر خلاص شد و بخیر درس بعد فصل هفتم ما شما شروع میکنیم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین وقت خوش خدافستان